گفتم سه رقمی شد. دانشگاه دولتی روزانه خوارزمی شهرزاد. تو از اینا اخراج کنیم که من رسما تهدید کردم. ساعت 3 جا شکست و برو. بچه‌ها این اول بگم یه ولاگ خیلی خیلی خودمونیه. امروز میخوام در مورد خاطره اخراج شدنم از دانشگاه بگم، اینکه چه بلایی سر ما آوردن، چیکار چه اتفاقایی واسم افتاد. گفتم من اینو یه روزی میگم. واقعا میخوام با جزئیات بگم. قبلا تو لایو یکی دوبار گفتم اخراجم کردم، ولی این بار میخوام با جزئیات کامل بگم. فقط قبلش بریم خونه رو تمیز کنیم که افتضاح. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. بچه همجایی که ولک خودمونی و منم دارم از گشنگی میمیرم، میخوام همراه با توضیح دادم تعریف کردم غذا هم بپزم دیگه. این چیزی که الان خب بچه این چیزی که شما الان دیدین 40 دقیقه بود. 40 دقیقه داشتم تمیز میکردم. خواستم بگم خیلی کت بانوان اینا. من دیشب مشروب خوردم. واسه چی؟ دیشب چهارشنبه سوری بود، مشروب خوردم. بعد من روزایی که شبش مشروب میخورم به شدت اکتیو میشم. مثلا قصد درست میکنم، خونه تمیز میکنم، کارهای خونه هم زیاد میکنم. نمیدونم جریان چیه. بریم چند تا صحنه از چهارشنبه سوری دیشب ببینیم. اومدیم خرید. من با متین قهرم بایستاده اونجا، ولی من باش قهرم، باش حرف نمیزنم. از این کارا نکنیم. اومدم خش بشه بخورم. از این مرد این جایی که آمدیم خیلی سرده. صندوق را نگاه کنید. صندوق انقدر سرد بود، انقدر سرد بود، فکر کنم منفی 11-12 درجه بود. واو فیلش البته، یعنی منفی 11-12 درجه حس میکردی سرما رو. بعد از اون طرف باد میومد وحشتناک. ما ویلا گرفته بودیم، باغ گرفته بودیم بریم داخلش چهارشنبه سوری آتیش روشن کنیم. من کلی فشفشه گرفته بودم، اصلا هیچ نتونستیم بیان بیرون هیچ. تازه همون داخل سیستم گرمایشی درست حسابی نداشت. یخ زدیم، یعنی اصلا در حد یخ زدیم که ساعت 2-3 نصف شب برگشتیم. چی میگی؟ دوسه نصف شب رفتیم بخوابیم، دیدیم که خیلی سرده، بیدار شدیم و برگشتیم خونه. باشه میخوام امروز مرغ و قوره درست کنم، مثل اینکه یه غذای شمالیه، چون خیلی دیدم که سیر داخلشه. بعد خیلی هم طرفش شنیدم میگن خیلی خوشمزه است، ولی من تا درست نکردم. میخوام درست کنم، خیلی گشنمه. موقعی که خیلی گشنمه چجوری میخوام غذا درست کنم نمیدونه. تیپا دارین؟ یو یو تو چرا اینجوری شدی؟ چه قیافت انقدر به هم ریخته ماما؟ بیا با پشمان بازی کن. بیا قربونت بدم مامان جان، سیپیلات رفته تو تیشت آخه. دوست دارم پشم بازی. خیلی به هم ریختی فندق. فندق میبینم بازی. بیا با پشمان بازی کن دیگه. دوست دارم. مرغ، زعفرون، نمک و فلفل و ادویه جات اینا مایتاب هم از قبل آماده کردم. گیرم ندین دیگه، من ظرف و ظروف نمیخرم اینجا تو گرجستان، بخاطر اینکه خونه هاش خودش داره دیگه. من ظرف و ظروف هاشون داغونه و من رفتی ندیم. متین رفته بود پیاز بگیره و وسایل سالاد، بخاطر اینکه نداشتیم. سلام علیکم. سلام یار کجه؟ 10 دقیقه طول کشید تا بیاد. خیلی اوضاع خیجه. چی آخری؟ 10 دقیقه بود رفتمش کنم، الان 14:25 هست. چیا خرید؟ هفته برای خرید کردم. مارکو چه آورده؟
تو ماتا من تیسا نبودی من گفتم زرفار قرار تو بشیدی اب نه همه خونه رو تمیز کرده بچه آره تو زب قزم مرسی پیاز پیاز چرا اینجوری میگی پیاز باشه حالا نمیخواد این تک تک معرفی کنی دست شما درم اینجا با اولی هم بهتون نشون بدم یه ما خواستین حالا درست کنین چون خیلی تعریفش شنیدم مرغ زعفرون بکنیم نمک فلفل یکم دارچین زردچوبه پیاز برنج و قوره و سیب زمینی ها اونم که مواد ساله بریم سراغ قضیه اخراج شدن دانشگاه. خب همزمان باشم پیاز هم خورد کنم. باشم من توی مدرسه خیلی خرخون بودم خیلی به شدت کلن من همیشه توی زندگیم دوست داشتم که نفر اول باشم. یعنی یه جورایی بهتون گفتم توی ویدیوی تبعیدی بهتون گفتم آدم های تبعیدی من یه آدم تبعیدی بودم دیگه و دوست داشتم که همیشه مورد توجه باشم دوست داشتم که همیشه بالا باشم همه دوستم داشته باشم به خاطر اینکه اون علاقه که میخواستم و حالا نگرفتم و پس دوست داشتم از طریق مثلا دیگر علاقه رو جذب کنم توجه رو جذب کنم همیشه توی المپیادا همیشه توی مسابقه همیشه مقام میآوردم همیشه نمرام خوب بود همیشه شاگرد اول بودم و اینکه واسه یه کنکور من اصلا نخوندم یعنی قشنگ یادم شب قبل کنکور ما پارتی بودیم یه پارتی های ایران هم میدونیم که عرق سگی و اصلا من روز کنکور خواب بودم یادم یه دونه موز بهمون دادن همینجوری یه دونه سر کنکور یه دونه موز خوردم و جوابا رو اصلا نمیدونم چجوری زدم توی دنیای دیگه بودم اصلا گیج بودم هیچی واسه کنکور نخوندم رتبم سه رقمی شد و من کسی بودم که تا یک سال عکسمو بزرگ زده بودم سردار مدرسه چون که رتبم خیلی خوب شد آقا افتادم دانشگاه دولتی روزانه سه تا دانشگاه فکر کنم قبول شدم دو تا یا سه تا دانشگاه دولتی تو هیچ پولی نمیدی وقتی رتبت خیلی خوب میشه میتونی بری دولتی روزانه هیچ پولی هم ندی خلاصه ما رفتیم دانشگاه خوارزمی شهرزا و دانشگاه دخترانه بود این قضیه دقت کنیم دانشگاه کاملا دخترونه بود من همون لحظه ای که وارد این دانشگاه شدم فهمیدم قراره زشته یعنی فهمیدم قراره به چخ برم به خاطر اینکه من وارد دانشگاه شدم همه از دم مثبت بوده بعد من بکنم موها بلون دماغ عملی تیپ جلف موها چتری بود همیشه اصلا وارد دانشگاه شدم دیدم یا اول بعد روزای اول دانشگاه خیلی سریع اکیپ پیدا کردم یه اکیپ 18 نفره داشتم یعنی قشنگ ما راه میرفتیم مثلا دانشگاه آزمایشگاهمون تا دانشگاه خودمون یه 300-400 متر فاصله بود ما تو خیابون رو هم میرفتیم خیابون بسته میشد پیاده رو بسته میشد 18 نفر که بیجن خلاصه یه روز این دانشگاه داشتم رو هم میرفتم که اینم یه نفر اومده داره با آموزش صحبت میکنه من با مادرش دیدم من چقدر دختره خفنه اون موقع میگم اصلا دختر دانشگاه ما همه مثبت بودن دیدم یا خودش من دختر خفن اونم دماغ عملی مو اون مشکی هیکل خفن یه ذره قدش کوتاه و کوچولو کوچولو بود خیلی خوشم اومد ازش درسم خوب بود ولی انقدر اذیتم می‌کردن که دیگه آخرین نمی‌رفتم دانشگاه امتحانامو نمی‌دادم نمی‌رفتم امتحان بدم انقدر من اذیت می‌کردم دانشگاه هر روز حراست منو می‌خواست هر روز منو هرس می‌دادن هر روز اشکمو درمی‌آوردن هر روز من از سر کلاس بلندم می‌کردن دلیل اینکه حراست انقدر با من بد بود چی بود دخترای دانشگاه ما از ما بعدشون میومد ما چی کارمون داریم درسمون رو می‌خونیم حالا یه ذره قیافمون با شما فرق داره تقصیری نداریم که هم حراست دانشگاه با ما لج کرد وقتی حراست لج می‌کنه میره به مدیریت دانشگاه میگه پس مدیریت دانشگاه هم با ما لچ کرد با من و مهناز هم بچه های دانشگاه هم لچ کردم بچه های دانشگاه چرا با ما لچ میکردم؟ تیپ و قیافه همون متفاوت بود این شکلی نبودن اونا اکثرا تیپ های ساده داشتن بچه مثبت بودن خیلی بچه مثبت بودن اکثرا این نهی بودن که مثلا 16 سالگی ازدواج کرده بودن نمیخوام بهترم کنم ولی خب واقعا من ذوق و انگیزه درس خوندن توی دانشگاه به طور کامل ازم گرفته شد که اصلا میگم نمیرفتم چند بار پیش اومد که مثلا ما تو تنها جایی که مختلف پسر رو میدیدیم اسکا اتوبوس بود چند بار مثلا پیش اومده بود که به چشم میدیدم اینا مثلا به چشم میدیدم که دوست پسرشون به ما نگاه میکنن
نگاه میکنم هیز بازی در میارن بعد ول نمیکنم مثلا میسادم یه سری اینجوری نگاه میکنم این شکلی و اینا تو سختشون میدیدن دیگه کور که نبودن اینا ماما لج میکردن از طریق حراست دانشگاه اذیت میکردن بار یادمه رفتم توی حراست یعنی کشوندنم اونجا صندوق انتقادات یه صندوق انقدی بود دیگه دانشگاه دیگه انتقادات پیشنهاداتو میدازن داخلش صندوق انتقاداتو باز کردن نامه ها ریخ بیرون هر نامه یا باز میکرد روش نوشته بود آزینو اخراج کنید باورتون میشه من تو فیلم ها همیشه صحنه ای ندیدم آزینو اخراج کنین آزینو اخراج کنین آزینو اخراج یه بار توی آزمایشگاه آزمایشی داشتیم یه هم نیست چه درسی بود یه آزمایشی داشتیم که توش بعد شم رو شم کردیم با کبریت همه کبریت رو برده بودم با شم دیگه بعد بوی کبریت میتونین چجوری که کبریت میزنیم دود بلند میشه بوی سوختنی میاد آزمایشگاه که تموم شد منو کشوندن توی دفتر مدیر گفتن چرا توی آزمایشگاه آزین امروز سیگار کشیدی سیگار کشیدی حالا بیا ثابت کن آقا جان اون بویی که امروز تو آزمایشگاه میومد بوی کبریتای کی بود که خودتون میزدین چی اومدن به شما گفتم میگفتم من نمیتونم واقعا چی بگم خلاصه خیلی کارهای مدلی با من کردم هم منو اذیت میکردم هم مهناز اذیت میکردم یه ذره از مهناز براتون بگم خیلی با هم صمیمی نشدیم همون روزهای اولی که پاشو گذاشت توی دانشگاه یعنی با هم توی کلاس بودیم نشسته بودیم گفتش که اینستاگرام داری گفتم موقع میگفتیم یعنی من میگفتم اینستاگرام داری گفتم اینستاگرام چیه نه گفتش این برنامه‌سازی اپلیکیشن ها اینا اون موقع مهناز توی اینستاگرام کلی فالوور داشت اون موقع ولی خب ادامه نداد دیگه اینستاگرامش هم پاک کرد ادامه نداد من با اینستاگرام آشنا کرد من فهم اینستا نصب کردم حالا سه یه روز منو برد توی دفترش و گفتش که انصراف بده هم دانشگاه و برو از این دانشگاه که من گفتم نمیدن انصراف واسه چی که همون موقع بود که یه انقلابی شد تو دانشگاه چه اتفاقی افتاد؟ تموم استادا اومدن پشت منو گرفتن من باورم نمیشد که انقدر استادا من دوست داشته باشن خیلی اصلا الان یادش میفتم اصلا ذوق میکنم قلبم اکلیلی میشه همه استادا رفته بودن پیش مدیریت پیش آموزش گفته بودن واسه چی داریم با این بچه این کار رو میکنیم بچه درسش خوبه این بچه فلانه در صورتی که من مثلا سر کلاس خوب بودم کارم هم انجام میدادم ولی واسه امتحانا نمیرفتم خلاصه استادا همشون اومدن و من دفاع کردن که یادمه با هم دیگه جمع شدن رفتن پیش حراست گفتن ما میخوایم آزینو بکنیم جزء هیئت علمی دانشگاه و همچین آدمی رو شما نباید اخراج کنید نباید اذیتش کنید نباید فلان کنید اینا که اصلا حراست هم خودش مونده بود گفت یعنی تو انقدر درست خوبه انقدر نمیدونم کارت حرفه‌ایه انقدر فلانی که استادا همه اومدن اینجوری میکنن بعد استادا دیگه هوانو داشتن مثلا روزایی که میدیدن که توی مدیریت اینجور چیزا دارن در مورد من حرف میزدن میمدن بهم میگفتن شماره ما گرفته بودن مثلا بهم میگفتن آزین امروز مدیریت میخوادت حراست میخوادت این حرف رو میخوان بهت بزن اینو میخوان بگن در جریان باش این مدلی بود خیلی پشتم بودن خیلی هوانو داشتن اصلا خیلی اون تایم واقعا ذوق کردم ولی خب همه این کارهایی که صورت گرفتم بازم نشد که حراست دست از سرم برداره و هر روز من با گریه بود هر روز من حتی مثلا باز تیپم رو عوض میکردم باز مثلا سعی میکردم که تایمایی بیام که کسی نباشه کمتر میمدم دانشگاه ولی دیگه این گیره رو من بود اتفاقی که افتاد این بود که یه ترم مدیریت من خواست یعنی خود رئیس دانشگاه اومد به من گفتش که این ترم انصراف میدی یا ما چند تا از درساتو صفر بدیم که تو دوباره مشروط شی و اخراجت کنیم چون اگه سه ترم مشروط بشی اخراجت میکنم و دیگه اون موقع بود که من رسما تهدید کردم کاری که اصلا خیلی عجیبه این کار خیلی غیر انسانیه که تو بیا یه نفر یه دانشجو رو اینجوری تهدید کنی دیگه اون موقع بود که مامانم وارد کار شد و به مامانم گفتم مامان اینجوریه دیگه راهی نمونده واسمون دیگه چقدر به زور بیام دانشگاه اصلا پشیمون از دانشگاه رفتم خیلی پشیمونم خیلی اذیت شدم خیلی اصلا خیلی واقعا اذیت شدم مامانم گفتش که اگه اینجوریه همون بهتر خود انصراف بدی واسه چی اخراجت کنن همینجوری تازه حداقل تو اوج خدافظی کن تو اوجم نبودم ولی دیگه انصراف دادم و از اون دانشگاه رفتم دانشگاه نجف آباد اصفهان اینا اصلا شهرهای اطراف اصفهانن رفتم اونجا
و یه بار که داشتم دانشگاه برمیگشتم با یکی از دوستان تو ماشین تصادف کردیم و تصادف خیلی بدی داشتیم و من دستم از سه جا شکست و دیگه نتونستم برم دانشگاه. الان که دو ماه تو گشت بود دستم، بعدم 15% از کار افتادگی گرفته بود و من دیگه مداد دستم نمیتونستم بگیرم. من نینجا میرفتم دیگه نتونستم ادامه بدم، دانشگاه دیگه نتونستم ادامه بدم، حتی در اتاق رو من میخواستم اینجوری باز کنم نمیتونستم، چه برسه که بخوام رشتم که گرافیک بود ادامه بدم. کلن با مقوله دانشگاه و درس و اینجور چیزا خدافظی کردیم و دیگه کلن قید دانشگاه رفتم و زدم، گفتم دیگه نه دیگه بستم دیگه نمیتونم. من میخوام بگم که خیلی برام ناراحت کرد. خجالت بکشیم بذاریم بچه‌ها درسشون رو بخونن کارشون رو بکنن. سلام هم ببینی یه ساس مخصوص دارم میخوام یادتون بدم. خب ساس مخصوص هم اینجوریه که یکم مخصوص انگار اختراعش کردم باشه مزه میشه. خلاصه اینجوری ساس سالاد درست کنین: یک مقدار ساس مایونز، فلفل سیاه، به ناخونه هم گیر ندین، دم عیده هیچ ناخونکاری به وقت نداده متاسفانه، آبی شم، نعنا اگه داشتیم بریزیم داخلش ولی من نعنا چون داخل سالاد هم ریختم دیگه نمیریزم، نمک و سرکه، سرکه ایرانی هم پیدا کردم و لیمو، کنجد و تخمه من بهش اضافه میکنم، خیلی خوشمزه میشه توی سالاد. ای خدا خب بچه بخواهم بچه هم یه ویدیو بگیره که غذا رو دیگه ناتمون نداریم، صبح تجاب تو خونه میپزم میشورم میتوام، خسته شدم از این زندگی، هیچ وقت بچه کار کم نمی کنه. اینو دیگه همه میدونن، همه دیگه خسته شدم. ظرفا رو بعد کی بشوره؟ بعد کلی خونه رو تمیز کردم، غذا درست کردم، همه کاری کردم، حالا یه چهار تا دونه ظرف واقعا من ازت متشکرم. تشکر خالی فایده نداره که، دوستت دارم، از همینجا اعلام میکنم لامبورگینی من بخرم. لامبورگینی چه رنگی؟ سوشن میخواست، صورتی. لامبورگینی صورتی؟ صورت. چشم، به زودی از اون دارت میخرم. آمه من باید کار کنم، میفلاش کنم پوشش. دستت درد نکنم.